کابل شهر عشق، اخلاص، محبت و همدلی است. معمولا زیادتر با فامیل یا با دوستا چکر میریم؟ والا زیادتر با دوستا. صنف چند مکتب هستی؟ پرپ. دیگه انگلیسی میگه دیگه، ما نمیفهمیم کدام مرحله. با درود و سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز، شب همتان بخیر. فیصل آسم هستم. باز هم سفر شبهای کابل آغاز شده و امشب ما یک مهمان بسیار خاص داریم. با سلسله برنامه ما باز هم ما یکی از دوستایی را، یکی از چهرهای بسیار مطرح و مردمی را در برنامه با خود داریم. امشب شما این برنامه را تا آخر دنبال کنین و مطمئن هستم که لذت میبرین. کابل شهر عشق، اخلاص، محبت و همدلی است. از کوچه کوچه این شهر بوی اخلاص و همدلی میآید. ما هم آیسا آیسا میریم به طرف مهمان برنامه که زیاد منتظر نمانند. شما هم بیننده باشید. ملایم نشده باشیم دیگه انشاءالله. نه ملایم هستیم. خب بسیار خوب. افغان صاحب خودشان بیشتر خود معرفی میکنن به برنامه شبهای کابل و هموطنهای عزیز. محمد نبی افغان هستم، معاون شورای انسجام ترانسپورت افغانستان و در بغل مسئولیت تجارت شخصی هم داریم، در بخش ساختمانی و در بخش تجارت هم کار میکنم. بسیار خوب. چند سال دارین؟ عمر خو 32 هستیم، ولی 33 میشیم بخیر. نام خدا دوستا، در این سن سال، در این جوانی، نام خدا خدا مسئولیت کلان؟ ولی خو وطن هست دیگه، چی کنیم؟ باید از عمر خود اضافه کار کنیم تا بتانیم که وطن خدا باید بسازیم. بدون شک باید بیشتر تلاش کنیم، خصوصا همین انگیزه را که افغان صاحب داره اما افغانا باید داشته باشه. بله بله بله، مسئولیت کل افغان است، چون در وطن ما بعضی وقتا که فکر میکنیم باید رخصتی و چیزا هم نداشته باشیم، چون از دنیا ما زیاد پس مانده. باید به مو عصر تکنولوژی خود برسانیم. بله بله بله. خب تا چند شب کار میکنه افغان صاحب؟ والا گاگای تا 10 بجه، 12 تا ایت وقت هم شده، 12 1 بجه خانه رفتیم. میمان دوست داره؟ زیاد. هر شب کتی میمانا از کار کده زیاد میمان کتی میمانا وقت تیر میکنه. ما مزاحمتان شده. مهربانی. بفرمایید. دفترای کاری ماست، دفتر شخصی ماست که بعد از وقت کارای که به حساب شخصی است و در بخش ترانسپورت است، از اینجا اداره میکنیم، از اینجا پیش میبریم. امروز مشخصا روی چی کار کردین؟ امروز خو مشخصا سری یکی خو در بخش ترانسپورت ما میخوایم که زود بخیر بریم به طرف اتاق ترانسپورت و دویم در کارای شخصیم ما یک معدن کرومایت در زابل گرفتیم و سری از او کار کرده رایستیم که همون پروپوزال و یایش تکمیل شوه بخیر استخراج شروع کنیم. بسیار خوب، موفق باشین. خب در اوقاتی که فارغ می باشین چی میکنین؟ تفریحتون چی از با دوستا با همکارا؟ والا که فعلا خو ای طور است، وضعیتی طور است که اگر بیکار باشیم ما میخوایم که
با د بخشای ترانسپورت خود مشغول باشیم چون ترانسپورت یک بخشی است که د کل افغانستان 24 ساعت د گشت است و مشکلات زیادی داره. خب دوستان، جای بسیار دیدنی را که افغان صاحب میگفتن همین جاست، درست؟ بله، کل کابل تحت تصرف ما، تحت تصرف ما است. بله، خب واقعا دوستان از این چی میگن برنده یا جای بسیار گلخانه مقبول که افغان صاحب جور کرده در نمای شب واقعا دیدنی است. خب دوستای عزیز، ما با افغان صاحب داخل موتر شدیم، گفتیم یک چکر سطح شهر هم داشته باشیم، شبای کابل هم نفهم. افغان صاحب شما از طرف شب چکر میبراین؟ اگر چکر میبراین با کی؟ با خانواده؟ با دوستا؟ بله، از طرف روز مصروف میباشیم، یگان وقت همراه فامیل میبراییم از طرف شب و خصوصا هوای کابل در این موسم بهتر شده و اگر امنیت هم خوب است، نو یکان دفعه بر رمضان کتی دوستا چکر زدن کتی فامیل خوب است. خب معمولا زیادتر با فامیل یا با دوستا چکر میرید؟ والا زیادتر با دوستا، چون ما تا نوقتی شو در دفتر میباشیم و اکثر وقت کتی دوستا میبرایم از طرف شهر. بسیار خوب. در این سطح شهر کدام منطقه براتون خیلی لذت چکر زدن به اون ساحه براتون لذت بخش است؟ کجا رو زیاد دوست دارین؟ مثلا شهر نو کابل، نیفون پول سارخ و مکریان، کدام منطقه براتون خیلی لذت بخش است و شما با دوستا قدم میزنین؟ کابل در کل قلب است و ای تو عادت شدیم که از امی کابل که می برایم مثل که جای بندی شویم و زیاد خوش داریم که در کابل باشیم و در کابل خصوصا در تپه وزیر اکبر خان که آدم بر یک ساعت برای و قدم زنی کنه، چون ماحول سبزیش هم خوب است و هزار نگاه بهتر است و خوبتر است. در مورد طفولیت بگوین و دوری مکتب و دوری پانتون، قصه ها و خاطرهایی که دارید میشه از اون دوره بر ما و به دوستا قصه کنید. طفلیت خود مهاجرت بود و تا 15 سالگی را در پاکستان زندگی کردیم. در سرم چیزی شوجا خواندیم، بعدش آمدیم به وطن خود، چیزی که مانده بود در ایجا خواندیم و طفلیت دیگه کلش در مهاجرت تیر شد و طفلیت در وطن خوب مزه میته و امرای ما هر چیز از خود یک جای داره. همین مهاجرت و بی وطنی خودش یک رنج است، چون تو در یک ماحول کلان میشی که در اوجا برید اما حس وطن دوستی حس نمیتانی کده و در اوجه که ببینی دیگره را ببینی از اونم طفلیت تو فکر میکنی که آیا گاهی هم وطن ما به این حد میرسه و آیا ما هم صاحب وطن خود میشیم. رنج و دردش زیاد دیدیم و به این خاطر هم زیاد کوشش میکنیم که
زندگی کنید. برای داینده طفلای ما اولادای ما باید در وطن خود زندگی کنند تا بتانیم که از این بدبختی و از این مهاجرت و از این بیوطنی آینده ما آینده اطفال ما نجات پیدا کنند. میگه هر بیوطن به یاد وطن گریه میکنه. کسایی که امی لحظه از طریق یوتیوب آریانا ما رو بینیده هستن، برنامه ما رو، مطمئن هستم که وقت یه حرف میزنیم سر از اونام خیلی تاثیر میکنه. واقعا که بیوطنی خیلی سخت است، به می دلیل است که شما تخلصتان افغان مانده. بله. از دل میخوایم که ما خارج هم رفتیم و دو جمعی افغانای ما را که می بینیم و دیدیم، دو جمع چشم ما می برای که امی و یک احمدان خود ببینیم و پس که در وطن خود بیایم پس همون چیز می باشیم. باید اونو چیز در دل خود کتی خود سفت کنیم. در اینجا در وطن خود که بیایم باید امو محبتی را که در خارج کتی او هم وطنهای خود می کنیم در داخل هم باید کنیم، یا امو حس باید کتی هم وطنهای خود شریک کنیم. تا چون ما امی یک مشکلی که است، یکی خود به تعلیمی است و دویم امی حسی وطن دوستی ما مکمل ختم است. ما فقط یه نمی رو میگیم، امی یک چند جمله را یاد گرفتیم که امی حسی وطن دوستی یه نمی چند گپی هوایی است، اما این نیست. شعار نباشه. نباشه، باید در عمل نشان بدیم که وطن و باید مادر است. باید ما خود قربان کنیم. میگیم بدن میگیم، علی کلی افغانای ما میر از ملک میبره در شرایط فعلی. آدمی وطن فرست باید در شرایط سخت در وطن زندگی کنه. تازه می شرایط سخت ما برایم وطن هم بکشیم، خود هم بکشیم و یک صبح خوشی را برای مردم خود آغاز کنیم تا از این حالت دیگه نجات پیدا کنیم. و او هموطنهای ما که در خارج هستن، اگر ما شما ببینیم افغانای ما اکثر وقت که یا خوب پیر شوند یا در وقتی که میمورند میان به وطن در مردی شانه میاره. چرا ایره وطن باید برای زنده جور کنیم به مردانی و در زندگی خود باید اگر ما قربانی نتیم نسل هندی ما مینمو تور میره. امی خواهشات نفسیاتی خود باید یک ذره کم کنیم و با زندگی حقیقی خود کار کنیم که او دنیا و آخرت هر دویش هست، هم او دنیا هست هم این دنیا. وطن ما که جور نباشه، نی دنیای ما جور است نی آخرت ما جور است. چون در ممالک دیگره نی میتانیم که از اسلام خود دفاع کنیم، نی میتانیم که صحیح است یک جایی را اونا از ما که بهتر هستند و دروغ و غلطی را نمیکنه، ما چه قسم بتانیم که از این حالتی کلی ملک خدایی هم وطنای خود نجات بتیم. چون و دو ممالک دروغ نیست، غلطی نیست، بدبختی نیست، اما ما هم باید دنیای حقیقی را بر جور کنیم تا بتانیم از این وضعیت انشالله بخیر. خیلی گپای چی میگن با احساس با زبانی جوانه که خود شما شنیدین. واقعا امی که در عمل پیاده شوه، واقعا کشور ما، وطن ما روز به روز ترقی میکنه. از گفتار به عمل بیم همه چیز میشه. خب شبهای کابل بیننده باشین. دیگه آیستا آیستا ما هم میریم به طرف خانه افغان سایی. خب بالاخره رسیدیم به خیر که دو دقیقه دم راستی کنیم دیگه. انشالله دیگه گپ زده میتونید یا تنها خنده میکنید. خوب هستین؟ آفرین. خب نام خودت چی است؟ اجوا. نام خدا. نام خودت؟ اوا. اجوا. اوا. چی نامای مشکله؟ نامای مدروز است دیگه، ما قدر نمیفهمیم. خب چی مانا میته؟ اون بچه هکتان است؟ محمد جان. بیا تو محمد جان. اون نام خدا محمد جان چند سال است؟ محمد جان یک چیزی کم دو ساله میشه. چند ساله سی محمد جان؟ اما
محمد نام خودت نام خودت خواه خواه بلی اجوا که هست اجوا خو طبعا خورمایی هست که زیاد مشهور است بله و هوا که هست هوا دیگه هوا خودش هوا است هوا دیگه دمو چکر است ها؟ بله دا چکر خب نجوا جان مکتب میری؟ صنف چند مکتب هستی؟ پرپ دیگه انگلیسی میگه دیگه ما نمیفهمیم کدام مرحله صنف از اول پایین است خب مرحله کودکستان است بله نه پرپ است بعد از اول یک هست بعد از اول صنف اول است صنف اول است من فکر میکنم آمادگی آمادگی به مکتب است بله بعد از مرحله کودکستان آمادگی به مکتب است خوب از دیگه کدامتان شوخ هستین در بین؟ محمد خودت شوخ هستی؟ محمد فقط شوخی میکنه گپ نمیزنه نه محمد خب کدام تون شوخ هستین؟ کدام تون عاجز هستین در بین؟ هوا در کلی زن عاجز هست خدا از وسط کشیدی ناخ خوارکت در گیر دادی میزنه خوار دیگه ما مارو میزنه نه دیگه نه دیگه نزنه دیگه اینی لط کردن دیگه خوب نیست خوب است مارو میزنه ما او رو میزنم باز یک روز چپیش کده بودم نه دیگه نال خیر شوخی کنین اما یکی دیگه تانه نزنین دیگه که باز اوگار میشین خدای نخواسته نه باز خوار خوار دوست میداشته باشه نه لالام خوارک های خود دوست میداشته باشه خب دوستا دنیای طفولیت راستی خیلی دنیای شیرین است افغان صاحب وقتی که آدم طفلا رو میبینه می کاش که دوباره آدم بره در اون مرحله بله چون طفلی یک در طفولیت بیغم می باشی از می جنجاله دنیا و از هر چیز نخبر یک دنیای دیگه است دیگه نمی فهمی که چی میگن دنیا رو میگه هاو بگیره امون رقم بی خبر هستی تو در ایام طفولیت کلن دیگه خاطره است امون زندگی لذت بخش است افغان صاحب میشه در مورد از این بگوین که زندگی روستایی خوشتان میه یا زندگی شهری خوشتان میه؟ والا زندگی ارتویش خوب است خود در حالتی که آدم پریش تیار باشه فعلا در شرایط فعلی زندگی اطراف خوبتر است چون در شهر جنجالا زیاد است جنجالا زیاد است شهر باید کم و بیش یکی خو تکنولوژی و چیزا هم سری حسابی آدم زیاد تاثیر میکنه دور یک جای باشه که یک ذره راحتر باشه و حساب آرام باشه نرمال باشه اما زندگی روستایی خوبیاش یمی است که نمیفهم اسب باشه و دریا باشه و فضای نان وطنی ماست است همین لبنیات که است نه شیر است هر چیز طبیعی است و اما غذایی رام که میخور آدم و آب هوایی که است کلن سر روحی انسان خیلی تاثیر میکنه نیاز است که آدم گاهی وقت بره به روستا یا به قریجات به منطقه بره که لذت ببره آرامش روحی و فکری پیدا کنه بله بله همونطور است چون آدم که چقدر به پختگی میره و سنش زیاد شده میره طبعا همو جای وطنکی شش تو خیستیش همو قریجات خوشش میه و از این خوشش میه که کتی دوستا و جایی که تولد شده باشه در موجه زندگی کنه و کتی دوستا و از خودگی هم و زندگی خوشی را پیش ببره تشکر از همراهی شما هموطنهای عزیز شبای کابل بود که خدمت شما تقدیم کردیم امید از داشته های امشب ما خوشتان آمده باشه از دعای خیرتان ما را فراموش نکنین فردای بهتر از امروز برای تک تک شما عزیزا خواهان هستیم خداوند یار و مددگارتان